مسلم است که غلدانه و لوبیوگی ها در حیات مردم تاجیکستان نقش مهم رو می بازند. از روی حسابات آماری زیاد از 60% کالری غذای روزانه اهالی از حساب غلدانگی و لوبیادانگی ها گرفته می شود که این معلومات طلبات زیاد را برای این زراعت ها نشان می دهد. از جمله زراعت های لوبیادانگی خصوصا ماش منبع مهمی سفیده برای سلامتی انسان ضروری به حساب می روند. برای بلند برداشتن حاصلنوکی و تشکل کشاورزی در برابر مستحکم نمودن زمینه مادی و تکنیکی خواجگی ها اینچنین تکمیل اختصاص متخصصان و دهقانان ضرور است. از سال 2009 اینستیتوت باغ‌پروری سبزوادکاری با مرکز بین‌المللی سبزوادکاری زراعت های سبزوات و پلیزی همکاری کرده ایستاده است. ماش از بین 10 نمود ماش های همکاری که ما با مرکز میکردیم، از همین 10 نمود ما 2 نمود ماش انتخاب کردیم که یکی نامش مروارید نامگوش شده است، دویمش مهرنگیز نامگوش شده است. گفتم ممکن که این نو در تمام منطقه جمهوری تاجیکستان. در این جوده همه ساله از طرف یک قطار تشکیلات های بین المللی دولتی و جمعیتی چاره های مخصوص دایر به بلند برداری تجربه و ملکه دهقانان و متخصصان ساحه کشاورزی تشکیل کرده می شوند. این چاره بینی ها پیش از همه برای دهقانان خیلی مفیدند، زیرا امکان می دهند که دهقانان با راه های ثمرناک استفاده بری هر یک قطعه زمین را آموزند. با مقصد بلند برداشتن حاصلناکی زراعت ها و پایداری و بهتر نمودن حاصل خیزی خود، ضرور است که اصول های درستی پرورش زراعت ها برآمده شوند. با این مقصد باید متخصصان ساحه کشاورزی و دهقانان دانش مکمل و اساسناک علمی و ملکه بای استحصال داشته باشند. سال جاری در همکاری با فرمران محلی و کپیراتیو خوف ما در میدان زیاده از 10 گکتر ماش های آینده دار که برای جمع‌آوری به تکنیک کشاورزی نگرانی شدند آغاز کردیم. امروز ما به کشاورزان طرز جمع‌آوری ماش را به واسطه تکنیک کشاورزی کمباین و دیگر تکنیکی که برای تازه کردن نگرانی شده است نشان می دهیم. برتری این ماش ها نظر به ماش های موجوده که در جمهوری ما هست از آن عبارت است که در وقت پخته رسیدن ماش ها در زمین نمی کفند. خیلی که شما در میدان می بینید با داروهای کیمیاوی این با دفلیانت ها ما ابرابات کردیم و برای جمع‌آوری با کمباین نگرانده شده است. یکی از عوامل های اساسناک علمی این با زراعت های لوبیادانگی مخصوصا ماش بوی گردانیدن کشتگردان می باشد، اما در اکثر حالت ها نبودن نوهای دلخوا و نورسوی تخمی صدی راه پرورش زراعت ماش می گردند. معلوم است که پرورش درست زراعت ماش امکان می دهد که اهالی با ماده های غذایی ضروری خصوصا سفیده کامل و امینکسلت ها با مقدار لازمه تامین گردند. از دیگر طرف ماش برای بهترگردی حاصل خیزی خوب و غنیگردی آن از نیتروگن نقش مهم دارد. ماش را همچون زراعت تکراری پس از زراعت های غلدانگی، سبزوات و دیگر زراعت ها می توان کشت نمود. اینچنین ماش را پس از زراعت های گوناگون خواجگی قشلاف کشت کردن خوب است. در نتیجه حاصلناکی آنها بلند می شوند. با دستگیری همین برنامه ما کشتی همین ماش را با سیل کشت میکنیم. با دستگیری آنها کمباین خطی دراو میکنیم و بسیار یک حاصل خوبی ماش میرویانیم. در برابر دیگر زراعت ها ما همین سال چهارم است که همین ماش تجربه کرده ایسیم، بسیار یک حاصل خوب داده شده است. برای همین ما به دیگر دهقانان توصیه میتیم که همین کشتی ماش در عمان جمهوری بسیارتر کشت کردن در کار و یکی از زراعت های بسیار سرغیزو می باشد. ماش زراعت یک ساله می باشد. در ترکیب خود سفیده و دیگر ماده های غذایی لازمه را دارد. هنگام حرارت خاک به 15 گرد رسیدن به کشت ماش شروع می کنند.
عادتاً کشت تخمی را در چخوری 4-5 سانتی متر میگذارند. ریشش پرقوت بوده، ریشه های پهلوگی زیاد دارد. تنش راست و از 20 تا 150 سانتی متر می شود. دوره گلکنی زیروات مش در شرایط تاجیکستان در ماه ایول و آگوست راست می آید و دوامناکی دوره نشونمایش زیاد از 90 روز را تشکیل می دهد. زیروات مش به حرارت هوا طلبات خاصه دارد و برای انکشاف مش از 30 تا 35 درجه گرمی مساعد است. در حالت کم گشتن نمی و گرم شدن حرارت هوا ریزش گلهای مش مشاهده می شود. مش حاصل نوکی خاک را بلند می کند زیرا در دوره نشونما در ریشه های آن باکتری های آزاد جمع کننده جمع می شوند. در دوره نشونما در شرایط مساعد در ریشه های آن 200 کیلوگرم آزاد در یک هکتار جمع می شود. عادتا مش را همچون زیروات تکراری پس از گندم تیرماهی و زیروات های سبزواتی پرورش می کنند. اگر آن را در تابستان ماه ایون کشت کرد در آخر ماه سپتامبر باز گندم تیرماهی می توان کاشت. در این حالت گندم حاصل فراوانی می دهد. مش زیروات خشکتاب‌آور می باشد و آبیاری زیاد را طلب نمی کند. با وجود این اگر در دوره های ضروری نشونما نمناکی ضروری خاک را نگاه داشت می توان حاصل خوب به دست آورد. در دوره نشونما دو سه مرتبه آبیاری می گذرانند. در بسیار کشورهای دنیا زیروات مش نسبتاً کم کشت کرده می شود و این زیروات نسبت نخود و لوبیا نیز کم پهن گشته است. پس از پخته رسیدن مش در قطعه های نچندان کلان آن را به طور دستی جمع می کنند. پس از آن مش را در دوام دو هفته در خرمن در جای خوبی هوا را از خشک می کنند. از جانب مرکز بین المللی سبزوادکاری نوهای نوی مش را برای نوسنجی و پروریش به تاجیکستان پیشنهاد کردند. نوهای نو نشان داد که آنها برای پروریش در مهلت بهارانه و تابستانه مساعد بوده. در مقایسه با نو این محلی حاصل بلند می دهند. آنها بوته روست روسته داشته برای جمع آوری حاصل کلای می باشند. مش را اینچونین همچون نوری مینرالی سبز می توان استفاده برد. در دوره سبزیش رستنی در ریشه ها باکتری های از جمع کننده تشکل می یابند. انبوه سبزی رستنی می تواند همچون نوری مینرالی خدمت نماید. برای شودگر رستنی مش که در شاخه هایش نودان تشکل می یابند استفاده کرده می شوند. نوهای نوی مش با بوته روست روسته و دانه کلون امکان می دهد که استحصال مش در اساس سماعتی تشکیل کرده شود. در میدان های کلون مش را با کمباین می گوندارند. در هندوستان و استرالیا مش را با کمباین های مخصوص جمع آوری می نمایند. از سبب نبودن چنین کمباین های مخصوص مش را می توان با کمباین کلاس جمع آوری نمود. در برابر این بلندی گرفتن پایه و مکانیزم گذرانیش دان را تنظیم کرد تا دانهای مش میده کرده نشوند. چندین سال باز سر کار داریم به دهقانی. این سال مشکاری را سر کردیم. سال یکمه که مش کاری سادیم. شاید زنده که دیده سادیم چه خیلی حاصل دارد. برای کشگردان بسیار در زمین فایده کلان دارد. در ترکیب دان مش میکرو المنت های مگنی، کلسی، میس، روح و ویتامین های گروه B موجود می باشند که برای سلامتی انسان اهمیت مهم دارند. در منطقه های گوناگون تاجیکستان خوراک های گوناگون آماده می کنند که محصولات اساسی آن از دان مش عبارت می باشد. همچنین دان مش را در آماده نمودن دیگر خوراک ها نیز اضافه می کنند و یا دان مش را آرد کرده استفاده می برند. علمی طبی امروزه استعمال مش را برای انسانیت پیشنهاد می نماید. از روی پیشنهاد مجله کیمیا استعمال مش انسان را از یک قطار کسلی ها امین نگاه می دارد. در بین زیروات های لوبیادانگی مش یکی از زیروات های تیز هضم شونده به حساب می رود. محصولات مش در بازار جهانی سر طلب است. وابسته به این برای استحصال نوهای نوی محصولات ها از دانه مش، مشی تازه کرده شده، مشی زرد، ارد از مش، کرخمال و دیگر نوهای محصولات که ارزش ایلولوژی محصولات را بلند کرده درآمدناکی استحصالات را تامین می کند، امکانیت ها فراهم می آیند.